عربستان سعودی یکی از کشورهای جهان است که بیشترین زندانی سیاسی و عقیدتی در خود جای داده است آمار دقیقی از تعداد این زندانیان در دست نیست اما آنچه که ثابت شده این است که دست کم 21 نوجوان زیر سن قانونی در کشور عربستان در زندان به سر میبرند که پنج تن آنان محکوم به اعدام شده و در یک قدمی اعدام شدن قرار دارند پایگاه خبری مرات و جزیره از رسانه های متعلق به شیعیان مخالف حکومت عربستان سعودی با انتشار گزارشی مفصل به وضعیت نوجوانان زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای عربستان پرداخت. این وبسایت در بخشی از گزارش خود نوشت در حالی که حکومت عربستان به ادعاهای دروغین و ترویج اصطلاحاتی نظیر اصلاحات ادامه می دهد دست کم 21 نوجوان زیر سن قانونی به اتهامهای واهی در زندانهای این کشور به سر میبرند برند و پنج نفر از آنان نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. این پایگاه خبری با اشاره به اینکه از زمان ولیعهدی سلمان بن عبدالعزیز دوازده نوجوان زیر سن قانونی اعدام شدند نوشت پنج نفری که هر لحظه ممکن است به دست نیروهای حکومت سعودی اعدام شوند عبارتند از عبدالله هویتی، حسن فرج، یوسف منافس، جلال لباد و سجاد آل یاسین پایگاه مرات و جزیره افزود هویتی در حالی که تنها چهارده سال سن داشت توسط نیروهای سعودی در منزلشان دستگیر و به مرکز پلیس استان زبا برده شد و ماه آوریل 2019 میلادی به اعدام محکوم شد. دادگاه عالی این کشور حکم مذکور را رد کرد اما دادگاه کیفری تبوک بار دیگر برای او حکم اعدام صادر کرد. در این میان حسن فرج، جلال لباد، سجاد آلیاسین و یوسف محمد مناسف نیز هنگام دستگیری بین 15 تا 17 سال سن داشتند و آنها نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. سعید بهاری، اخبارشیه